سپاه پاسداران ایران رزمایش جدیدی را با نام پیامبر اعظم نوح در تنگه هرمز و خلیج فارس آغاز کرد. در این مانور نیروهای سپاه با استفاده از صدها موشک یک ماکت از ناو هواپیمابر آمریکا را منهدم کردند. خبرگزاری فارس گزارش داده که این ماکت ناوبر آمریکایی در ابعاد واقعی از مدت‌ها پیش ساخته شده بود و روز چهارشنبه با حمله موشک‌های کروز و دو موشک بالستیک منهدم شد. ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری صحبت کردیم، کارشناس مسائل نظامی، و ایشون در پاسخ به صدای آمریکا با برگزاری ادامه اشاره کردن به موضع ایران و نحوه برگزاری این مانور که با هم میشنویم. ببینید، اون چیزی که سپاه انجام داده به طور خیلی روشن نشانه دشمنی آشکار جمهوری اسلامی ایران با آمریکاست. به همین خاطر این ماکت‌هایی رو که به این شکل اینها تهیه کردن و از بین بردن نشانه بسیار روشنی از چنین دشمنی است. در مانورهایی که بعضی از کشورها انجام میدهند معمولا از کشتی‌های فرسوده استفاده میکنن، یعنی اونها رو مورد هدف قرار میدن که تمرینی باشه برای نیروهای خود، ولی به طور کلی امروز از کامپیوتر استفاده زیادی در این زمینه میشه و کم هستن، یا احتمالا جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که از ماکت های اینچنینی که حالا یا مقوایی هستن یا از جنس دیگری استفاده میکنه. ببینیم، پیام این مانور رو آقای لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران که حضور داره در منطقه به طور روشن اعلام کرده، و اون این هست که جمهوری اسلامی ایران با انجام این مانور میخواد نشون بده که توان نظامی بالایی داره و این توان نظامی رو در به اصطلاح پشتوانه سیاست خود قرار داده. یعنی به نوعی میشود گفت که این مانور ارتباط پیدا میکنه با مذاکرات هسته‌ای که در حال انجام شدن هستند بین ایران و گروه پنج به اضافه یک، و در نتیجه به نوعی میشود گفت که اهرم فشاری است از جانب جمهوری اسلامی ایران.